دوستان و یاران و هم سفران عزیز و گرامی من، به شما در کمال احترام و ادب روز بخیر میگویم و امیدوارم که شادمانی و سلامتی همچنان هم سفر دیرپای شما در طول زندگیتان باشد و آرزو میکنم که شما هم مثل بسیاری از بزرگ مردان ایران به فکر رسیدن به روز سلامتی کشورتون و وطنتون بوده باشید. دوستان گرامی من، 17 برنامه از قصه جلال الدین خوارزمشاهی رو براتون شروع میکنم. میدونید تحت عنوان اون تیتر معروفمون، من آن آرام شیر بیشه های دور دستم، من آن آتش فشان سر به دامانم، من آن پردیس بی دوزخ، من آن گردونه مهرم، من آن خشمم که می توفم، من آن رعدم که می غرم، من آن مرز سپنتای گوهرخیزم، من آن نام دلنگیزم، من ایرانم، من ایرانم. خب قصه‌مون به جایی رسیده است که جلال الدین تدریجاً در سرزمین عجایب هند جای پای خودش رو محکم کرده و ازدواجش با ستاره، دختر قدرتمندترین راج هند، بر قدرت او افزوده و این راجه شکوهمند جلال الدین رو از حیث وسائل و توشه و سروسات و مردان جنگی قرین آسایشش کرده. از طرفی شکست سخت قباهه اون سردار طمع ورزی که میخواست بر سرزمین اشغالی آقای جلال الدین بتازد از پای درش آورده، به این جهت گل امید و در دل جلال الدین و لشکریانش به کلی شکوفا کرده است و بیشترین امید پیروزی رو در وی تقویت میکرد و دلگرمش ساخته بود که تا در آینده نزدیک مغولان را هم از شهرهای ایران بیرون کند. خب طبیعی است که اوضاع احوال همیشه نمیتونه یک نواخت باقی بمونه. گاهی هم گرفتاری های پیش میاد. خب این روزها با استراحت کوتاهی که کرده، نفسی تازه کرده برای جنگ های آینده با مغولان خونخوار، خودش و سپاه امرایش آماده شدن. ولی بدبختانه به جای جنگ اصلی با مغول ها، او جنگش تبدیل شده به جنگ با امیران و فرمان روایان جاه طلب و خودخواه هند که چون به علت گرما و طبیعت جغرافیایی از گزند مغول‌ها رهایی یافته بودند، مصمم شدند تا تمام حواس و نیروی خودشون رو متوجه این جناب پناهنده شجاع و دلاور دورانشون بکنن
و بهش مجال ندن تا با جنگ ها و خصومت ها در آن کشور جای پای خودش رو محکم کنه. زیرا ترسشون بیشتر از این بود که جلال الدین که در همان زمان کوتاه در هند قدرت فوق‌العاده‌ای به هم رسانده بود، در آینده تنها فرمان روای مطلق العنان هندوستان بشود. در آن صورت همه آن امیران میباید در برابر وی گردن اطاعت بر زمین بنهند و گوش به فرمان وی بدهند. جلال الدین هم که خودش در پرتو هوش و درایت فراوانش پی برده بود که این راجاهای هندی در آن سرزمین هرگز آرامش نخواهند برایش بگذاشت، هرگز او رو نمیگذارند که راحت و آرام اون چرا که میخواهد عمل بکنند. به این جهت به وسیله چند تن از جاسوسانش هم اطلاع پیدا کرده بود که یکی از همین فرمان روایانی که همواره در پس پرده مشغول فتنه انگیزی و تحریک و توطئه هست، نامش هست زانشتره. این زانشتره که خودش یکی از راجه ها هست، علیه وی سر به شورش و قیام برداشته و شمشیر از نیام کشیده و سپاهیان خودش رو با چندین فیل جنگی برای پیکار با او آماده می کند. خب زان شتره موقع رو به منظور حمله بر قوای جلال الدین به اصطلاح خودش مقتنم شمرده و در محلی به نام گوران بر سپاهیان جلال الدین که در حال آرایش جنگی بودند حمله ور شد. زان شتره که با پیران جنگی و امکانات فراوان و لشکریانی به تعداد زیاد آغاز حمله کرده بود، با خودش هم فکر میکرد که آن سلطان آن سلطان آواره در برابر نخستین یورش او یقیناً تسلیم خواهد شد. اما اشتباه میکرد، زیرا برخلاف فکر و اندیشه او هم جلال الدین و هم سپاه همراهش با همان عزم راسخ و همت استوار همیشگی به مقابله با این دشمن جسور هندو برخواستند و همین حریف مغرور در برابرش شروع به عرض وجود کرد. اما ناگهان تیری از کمان جلال الدین گشاده شد که تا پر در سینه سیاه فرمان روای هندی فرو نشست. در همان ابتدای جنگ جناب زان شتره با آن همه سوداگری هایش ناگهان از مرکب به زیر افتاد و در خاک و خون غلتید و مردانش که سردار پرغرور خودشون رو بدون سهولت و آسانی کشته دیدند، چون نه مردان جنگی بودند نه سپاهی رزم‌آور، به این جهت چنان ترس و بیم بر وجودشون مستولی شد که بیمه ها با پشت به رزمگاه کردند و گریختند و در کشاکش این نبرد سلاح و ساز برگ جنگی فراوان و چندین پیل جنگی به عنوان غنیمت به دست سلطان افتاد که به وسیله آنها البته جنگاوران خودش رو مسلح‌تر
و سپاهیان اندک خودش رو نیرومندتر کرد. جلال الدین برای آن که بتواند سپاه رو از هر جهت آماده بکند، فکر کرد که تا مدتی در هندوستان بماند و در آنجا منتظر رسیدن مردان دیگری از دلاوران مردان ایران زمین باقی بماند. به خصوص در فکرش همش جستجو می کرد که سرداران شجاع مفقود شده اش کجا هستند، چه اتفاقی برایشون افتاده، مثل تیمور ملک و یا قرخنجر. جلال الدین خبر نداشت که تیمور ملک پس از آن همه پای مردی و دلیری و مردانگی کم نظیر به دست مغولان به قتل رسیده، اما قرخنجر یادمون هست همچنان در تکاپوی گردآوردان مردان تازه نفس از گورگنج و شهرها و روستاهای ماوراء النهر بود. قرخنجر که در صحرای شنزار نزدیک قراقروم از نظرها ناپدید شده بود، برای گریز از چنگ مغولان در میان دشت‌های پوشیده از ریگ‌های روان به سوی جیهون مرکب می‌راند. نظرش این بود که حتی الامکان ضمن پنهان ماندن از دید دشمن خونخوار یعنی مغول‌ها تکاپوی نوین رو هم برای گرد آوردن مردان جنگجو و ورزیده آغاز کند. گاهی از دور دسته های سپاهیان مغولان رو که به خط زنجیر پیداشون میشد میدید. به این جهت قرخنجر ناگزیر میشد به درون شنزار بازگردد و یا مسافت زیادی رو دور بزند و از صحرانشینان که تصادفاً به چشم می‌خوردن و از بیم جان در بیابان قزلقوم یا ریگ قرمز آواره بودند کس خبر کند و سرداران و سراغ مردان رزمجوی و آماده نبرد رو بگیرد، زیرا مغولان از هر طرف پیش می‌آمدند. قرخنجر دو نفر رو همراهش داشت، دو تا ترکمن رو با کلاه پوستی بزرگ و چهره‌های سوخته، چهره‌های سوخته از تابش آفتاب. اونها همراهش اسب می‌راندند. یکیشون یه پسرک عبوسی بود که خدمات مختلفی رو انجام می‌داد براش. دومی یه درویشی بود با کلاه پاپاخ پشم آویخته برگردن که گاهی نیمه شبها که اینها چند ساعتی رو پیاده می شدند و استراحت بکنن، اون درویشه براشون آواز می خوند. نیمه شبی بود که رهنوردان صحرا در پرتو انوار ضعیف نیمرخ ماه دور از چشم اغیار به رود بزرگی رسیدند و از میان نیزارها گذشتند و کنار آب سر در آوردند. یه دفعه متوجه شدند که چند تا زورق بزرگ دماغی بلند از نزدیکشون داره رد میشه و مردمانی با اسب و گوسفند در اونها جمع شدند و دارن میرن. قرخنجر و دوتا همراهش بانک برآوردند و خواهش کردند که آنها را در آن زورق جای بدن، اما از اولی جواب شنیدند که خدا نگهدارتون باشه، ما جا نداریم. اما زورق دومی بهشون پاسخ داد که ما شما را در این
بلا تنها نمیگذاریم. به این جهت زورقبان زورقش رو به کراره رساند و حاضر شد این ستن رو تا گورگنج با خودش ببره. قره خنجر ازش پرسید که پدر جون، بابت حمل ما چه مبلغ میخوایی تا قبلا بدهیم؟ زورقبان گفت ای برادر، چه جای این سخنه؟ امروز نه نقد و نه جنس و نه چارپا رو قدر و قیمتی هست. همه چیز در هم ریخته. تو اکنون در میان بلا به سر میبری و همین بلا دامنگیر من هم هست و دیگران هم به همین شهر. آنها آن خون آشامان خانه ام رو ویران کردن، عیال و کودکانم رو کشتن. دیگه درهم و دینار رو برای چه و برای که میخواهم؟ زود باشید سوار بشوید که سایه خطر همه جا بر روی شما فرو افتاده. خب زورق بزرگ و محکم، قره خنجر و یاران او رو با مرکبهاشون در خودش جای داد و براه افتاد و بر سینه امواج گلالود جیهون شناور شد. در این اثنا عده‌ای از طلایه‌داران مغول در کنار رود پدیدار شدند. اونها فریادکشان خودشون رو به آب زدند، اما دستشون کوتاه بود از آن که به قایق برسند، زیرا با تیرهای دلدوز قره خنجر و دویار ترکمن همراهش هدف قرار گرفتند. اما پیش از آن که تیرها کارساز بشود، قره خنجر با یه تیری که چالاکانه بر زره کمان نهاد و شست را آزاد کرد، رئیس مغولان رو در حالی که خونش سطح آب رو رنگ کرده بود در اعماق جیهون فرو برد. زورقبان زورق رو به وسط آب رودخانه هدایت کرد تا از آنها دور بشه تا اینکه حمله دشمن رو دفع کنه. قره خنجر متوجه کرانه مقابلش بود که از پیرامون آن ابری از غبار برمیخواست. از خلال گرد غبار و پوزه های مرکب ها و سر کله سواران قبچاق نمایان شد. میدونید که قبچاق کیا هستند؟ قبچاق یک گروهی هستند که از خاندان جلال الدین منتها با او مخالف بودند، یعنی از خاندان ترکان خاتون بودند که خمارتکین نوه ترکان خاتون رو میخواستند به سلطنت بردارند. به همین جهت با جلال الدین و سایرین مخالف بودند. بله، قبچاقیان سواران قبچاقیان نمودار شدند و فریاد میکشیدند و تازیانه بر اسبها میکوفتند و از دور همهمه گنگ و غریبی با صداهای گرفته و خفه به گوش میرسید. قبچاقیان با شتاب تمام از پل گذشتند و هراسان بانک برآوردند که های ای قایق سواران، آنها نزدیکند. آنها از پی ما دست میتازند، خودتون رو نجات بدهید. اما قره خنجر در برابر دروازه شهر گورگنج عنان اسب خودش رو کشید و از قایق بیرون آمد و همراه قبچاقیان از دروازه گذشتند و قره خنجر و دو نفر همراهش نیز به شهر وارد شدند. دروازه‌بان‌ها تیرهای بلند و سنگینی پشت درها رو بستند. یکی از اون سوارها ایستاد و به نگهبانان گفتش که سلطان
خمار تکین ما را از پی 200 مغول فرستاده بود تا آنها را دستگیرشون کنیم. مغولان وقتی ما را در تعقیب خود دیدن، ابتدا مثل روباهان گریختن، اما این فرارشون دامی بود که برای ما تعبیه کرده بودن و آنها فرار کردن تا ما در دام آنها بیفتیم و ما را هلاک کنن. گروه بزرگی از آنها در حوالی باغ تلال کمین کرده بودند و هنوز هم اونجا هستند و آنها قریب 2000 نفرند که ناگهان بر ما هم یورش آوردند و از هر سو در محاصرمون گرفتند و تیرهایشون مثل ابر بهاری بر سر روی ما ریخته می شد و سواران ما را از پای در می آورد. تمام شجاعان ما در آن مهلکه به قتل رسیدند و از گروه ما تنها همین عده‌ای که دیدید جان سالم به در بردند و نمی دانیم سلطان خمار تکین چرا ما را به ارائه این کشتارگاه فرستاد. قره خنجر گفت که این سلطان خمار تکین شما مرد نالایق و جبونیه. شما میدونید اکنون فرزند شجاع و دلاور سلطان محمد مرحوم سلطان جلال الدین مسئول دفاع از سرزمین های ما را به عهده گرفته. اصلا چرا شما چنین گراز جبون ترسوی رو به عنوان سلطان خود برگزیده اید؟ ناگهان همه سرها به سوی او برگشت. این مرد کیه؟ این کیه که اینطور گستاخانه به سلطان منتخب ما دشنام میده؟ قره خنجر به سخنان شتاب آمیز خودش، شماتت آمیز خودش ادامه داد که ای مردم، مشیت الهی اون ملکه خودخواه اون ترکان خاتون را به دست چنگیز سپرد تا کفاره گناهانش را بدهد و می دانید که او روانه آن جهان که شده است و مسبب این ننگ بزرگ و خاری و بدبختی و عظیمی که امروز ما گرفتارش هستیم او بود. در چنین حالی که بادهای طوفانی و تندرها گله های شغالان را پراکنده، شما اون وقت خمار تکین رو سلطان خود می نامید؟ این مترسک پاییز رو سلطان خود کرده ای؟ آخه بابا جان هیچ عاقلی حتی حفاظت از بزهای گر خودش رو هم به او می سپره؟ ولی شما سرکردگی لشکر و حفاظت شهر رو به وی سپرده اید، حقا که برای بردگی آفریده شده اید. دو سوار ترکمن خودشون رو میان قره خنجر و قپچاقیان قرار دادند و گفتند آرام باش، آرام باش مرد، اینها همه قپچاقیان و با سلطان خمار تکین از یک طایفه اند، بیا زودتر از اینجا فرار کنیم. سپاهیان و نگهبانان از سخنان سوار سیاه پوش بر جای خودشون خشکشون زده بود. عجب سوار جسور و گستاخیه، او کیه؟ این از مردان جلال الدین حتما، و میدونیم که جلال الدین جز مردان شجاع و متعور رو به سرکردگی سپاهیان خودش بر نمیگزینه. به هر تقدیر او حرف چه گفت این حقیقت بود. خمار تکین در کدام جنگ از مردانگی بهره داشته؟ کجا از حرص و آز پرهیز کرده و به عقل و تدبیر ممتاز بوده؟ تمام هنرش این بود که چون یک سگی به دنبال ملکه ترکان خاتون بدود.
با چنین سلطانی همه محو و نابود خواهیم شد. قره خنجر آن سوار سیاه پوش که در نظر مردم گورگنج همچون سایه مرموز می نمود، در خیابان‌های شهر مرکب می راند و با دیدگانی دقیق و پرصلابت به آبرین می نگریست و نگاه‌هایش بر روی سیما و اندام آنها می لغزید تا ببیند چه کسانی لیاقت و شایستگی وارد شدن در صفوف جلال الدین رو دارند. قره خنجر چند روز در گورگنج ماند و توانست جمع زیادی از مردان پرسولت و با ارزش رو انتخاب کنه. تکافوهای نوین او این نتیجه رو داد که جماعتی رو مسلح کرد و همراه خودش به سوی جلال الدین ببرد. قره خنجر به سوی برج فراموش خانه راهش رو گشود. در آنجا از آسمان و زمین همچنان خون می ریخت. خاموشی و سکوت مرگبار سراسر ماورا و نهر رو در خودش فرو برده بود. سایه شوم مغولان در همه جا از صحرای گویی، شنزارهای قرقروم تا افغانستان و شهرهای شمالی و شمال شرقی خراسان فرو افکنده شده بود. تنها شهرهای جنوبی و غربی ایران بودند که هنوز طعم جانگزا و شرنگ مرگ آفرین تاتارها رو نچشیده بودند. دیگه روزگار جنبش ها و تنش های رهایی بخش و مدافعات مردانه و تلاش ها و سخت کوشی های سرداران و بهادران ایرانی روی به پایان را می رفت. بهترین و شایسته ترین و دلاورترین فرماندهان پس از سرسختی های شگفت‌آور یک یک از پای در افتاده بودند و تنها جلال الدین خوارزمشاه بود که هنوز امیدش را برای نجات شهرها و دیارهای ویران شده و سوخته از دلش نزدوده بود و تنها در سرزمین او بود. در سرزمین راجه‌ها بود، در سرزمین هندوها، همچنان در تلاش و تکافو بود و مرد جنگی و جنگاوران و شجاع رو آماده شرکت در رزمگاه ها و عرصه های قتال می کرد. دور از سرزمین عجایب هندوستان، یک سردار جان سخت با پشتکار یک دلاور مرد پرتوان همچنان به خاطر وطن و کمک رسانی به جلال الدین در حال فعالیت و کوشش بود. چنان که می دانیم این مرد دلیر کسی جز قره خنجر نبود که همسرش هم پس از یک دوره تلاش هدف تیرهای مرگبار مغولان قرار گرفت و در بیابانها و ریگزارها به دست مغولان تکه تکه شده بود. قره خنجر که موفق شده بود عده‌ای قابل توجهی مرد و سلاح برای رزم آماده کند، تصمیم گرفت از صحرای گوبی گذشته به برج فراموش خانه که روزگاری در کنار آن کاخ فرمان روایان خوارزمشاهی سر به فلک کشیده قرار داشت وارد بشود و در آنجا سقلاب پیر که دوست و یار و یاور صمیمی و مجرب و فداکار قره خنجر بود انتظارش رو می کشید. دوستان عزیز من، ما هم ناگزیریم که
یک هفته انتظار بکشیم تا ببینیم بالاخره این جناب قرخنجر و یارانش کی به سوی جلال الدین پرواز میکنند و همراه او برای جنگ با چنگیز خان آماده میشوند. روز روزگارتون خوش، تا هفته بعد.